سازمان ملل متحد قصد ندارد در برنامه از سرگیری مذاکرات بین المللی برای صلح در سوریه تغییری بدهد. خبرگزاری رویترز که امروز این خبر را به نقل از یک مقام درگیر در برنامه ریزی های سازمان ملل متحد برای مذاکرات 25 فوریه 6 اسفندماه منتشر کرد، میگوید دعوتنامه های جدیدی فرستاده نخواهد شد و دعوتنامه های کنفرانس به تعویق افتاده ژنو کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. همزمان با کنفرانس ژنو، کنفرانس بین‌المللی دیگری هم در لندن برای کمک به آوارگان و آسیب دیدگان از جنگ سوریه برگزار شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم جزو 70 رهبر و مقام ارشد دعوت شده به این کنفرانس بودند. همراه ما در این بخش از ساعت خبر آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، از استودیوی لندن هست. آقای ایر سلام و خیلی خوش آمدید به برنامه. آیا در این کنفرانس لندن که هم محمد جواد ظریف حضور داشت و هم جان کری از آمریکا حضور داشت، هیچ ملاقات یا تماسی بین دو وزیر انجام شد؟ سلام بر شما. خبر خاصی در مورد چنین دیداری برای شما ندارم، اما آنچه من میتونم الان به شما بگم این است که تماسشون منظم است و مستمر و همیشه با هم در تماس هستند، چه از نظر مکاتبه، مکالمه. و یکی از محورهای سکرتری کری هر باری که صحبت میکنند این است که لزوم یا ضرورت جهان بین المللی برای پیان دادن به این درگیری ها در سوریه و برای رسیدن به راه حلی نه نظامی اما سیاسی. آقای ایر، صحبت میکنید از به هر حال راه حل نه نظامی و بلکه سیاسی. میبینیم که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا از پیشنهاد عربستان سعودی برای اعزام نیرو به سوریه استقبال میکنه. آیا به دخالت مستقیم یک کشوری که به هر حال وهابی محسوب میشه در جنگ داخلی سوریه این وضع رو بغرنجتر و وخیمتر نخواهد کرد؟ به طور کلی، به طور اصولی، ما از کمک های هر عضو ائتلافمون در این مبارزه با داعش استقبال میکنیم، اما من نمیتونم اظهار نظر کنم در مورد کمک های بالقوه نظامی هر عضوی از این ائتلاف. و نکته دیگه که مطرح هست آقای ایر، صحبت هایی است که در چند روز اخیر مقامات نظامی ایران داشتن و بار دیگر ایالات متحده آمریکا رو به تلاش برای ترور سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، متهم کردند. تا جایی که شما اطلاع دارید به عنوان سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه، آیا واشنگتن ژنرال سلیمانی رو یک عنصر نامطلوب تلقی میکنه آقای ایر؟ اصل مطلب این است، حضور یا عدم حضور هر فرد نظامی از جمله سردار قاسم سلیمانی در بحران سوریه تعیین کننده نیست. آنچه مهم است این است که همه طرف های درگیر از جمله ایران، از جمله روسیه، دریابند که همونطور که عرض کردم حضورتون، راه حلی نظامی اصلا میسر نیست و از این نظر ادامه تهاجم نظامی رژیم سوریه بر مناطق تحت تصرف مخالفان که به واسطه حملات هوایی روسیه امکان پذیر شد و ادامه این تصرف بر این مناطق که در اونجا این افراد غیر نظامی و بیگنا ساکن اونجا هستن، اصلا به کمک نمیکنه به یک رسیدن به یک راه حل، ولی آنچه این کارو میکنه سخت‌تر کردن پیدا رسیدن به یک راه حل دوام از راه سیاسی.